فوق‌العاده کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجلس درباره کرونا با حضور رئیس مجلس و وزیر بهداشت در صحن علنی برگزار شد، جایی که فضای وسیع‌تری در مقایسه با محل معمول کمیسیون دارد و ایمن‌تر است. در این نشست ابتدا رئیس مجلس بر پیگیری و رسیدگی تمام بخش‌های کشور برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در کشور تاکید کرد و خواستار همکاری و بسیج تمام بخش‌ها برای رسیدگی به مبتلایان و همچنین جلوگیری از انتشار این ویروس شد. آقای لاریجانی با اشاره به گسترش کرونا در کشور گفت ریشه های موضوع را و اینکه این بیماری چگونه به بخش‌های مختلف تسری یافته است وزارت بهداشت شناسایی کرده و مسئولیت مدیریت موضوع را دارد. آقای لاریجانی با بیان اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا باید از قدرت کافی برخوردار باشد گفت تمام بخش‌ها از تصمیم این ستاد ملی باید تبعیت کنند. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز به بیان چگونگی اطلاع رسانی درباره شیوع این ویروس در کشور و تدابیری که تاکنون برای جلوگیری از شیوع آن اتخاذ شده است و همچنین کم و کیف رسیدگی به بیماران و اقدامات انجام شده پرداخت. رئیس قوه قضاییه با قدردانی از زحمات همه کسانی که درگیر مبارزه با کرونا هستند گفت باید یک قرارگاه و مرکز منسجم از کادر درمانی درگیر مستقیم مبارزه با کرونا پشتیبانی کند. روز مسئله این تعطیل کردن بعضی از بخش‌ها یا تعطیل نکردن، تهیه بعضی از پروتکل‌هایی که لازمه نسبت به اجتماعات، نسبت به مسئله شهرها، اینا حتما باید در یک مرکزیت، یک جایگاهی، یک قرارگاهی به صورت کاملا حساب شده با استفاده از نظرات قطعی که از ناحیه کادر درمانی و پزشکی و وزارت بهداشت این تصمیمات گرفته میشه. این حالا اسمش رو قرارگاه یا مرکز یا در واقع یک مرکزیتی به ویژه در شهرهایی که و در استانهایی که وضعیت قرمز داره، اونجا ضرورتش بیشتر هست که این کار انشاءالله دنبال بشه و این نیروی خط مقدم در این جبهه باید پشتیبانی بشه و حتما پشتیبانی ضرورت داره. تمام بخش‌ها در کشور کار رو دنبال بکنن. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تاکید دوباره بر آمادگی قوه قضاییه برای کمک همه جانبه در زمینه مقابله با کرونا گفت به پرونده محتکران کالای پزشکی باید خارج از نوبت رسیدگی شود و کالای احتکار شده هم در اسرع وقت در شبکه توزیع قرار بگیرد. رئیس دستگاه قضا تاکید کرد با افراد محتکر به عنوان اخلالگر برخورد بشود و مردم هم در جریان آن قرار بگیرند. رئیس قوه قضاییه با تقبیح اقدامات کسانی که همچون ستون پنجم دشمن عمل و شایعه سازی می کنند به اقدامات خودجوش مردمی در سراسر کشور در مقابله با کرونا اشاره کرد و گفت امروز به عزم، اتحاد و انسجام ملی برای مقابله با کرونا نیازمندیم. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی حمایت از کسب و کارهای خرد را یک ضرورت خواند و از اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته قدردانی کرد. حمایت از کسب و کارهای خرد در این قضیه یک ضرورته. دولت اعلام کرده، بخش‌هایی از دولت، نظام بانکی مالیاتی و بخش‌های دیگه اعلام کردن که ما نسبت به این چند ماهی که وضعیت کسب و کار به ویژه کسب و کارهای خرد دچار آسیب شده حتما رعایت حال مردم و کسب و کارها خواهد شد. این کار خوبی است. من به نظرم ما برای که شاهد چک‌های برگشتی به دادگستری نباشیم و مشکلات برای کسب و کارهای از این دست نباشیم که الان همه میبینیم که مواجهن با یه مشکلی، اینایی که کاسب خرد هستن، باید همه رعایت کنن، هم دولت هم تمام طلبکاران، هم اونایی که چک دارن، همه باید توجه کنن که رعایت حال دیگران در این قضیه بسیار ضروریه. رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به مشکلاتی که در هند برای مسلمانان ایجاد شده از دولت و دستگاه قضایی هند خواست مانع اقدامات افراطی ها بشود و مجرمان را مجازات کند.
عزم همگانی برای پیروزی ملی در نبرد با کرونا. سپاه پاسداران کنترل بیماران کرونایی ترخیص شده از بیمارستان‌ها را به عهده گرفت تا بعد از ترخیص ناقل بیماری نباشند. به گفته جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، برای مبارزه با بیماری کرونا قرارگاه دائمی شفا در سپاه راه اندازی شده و با قرارگاه کشوری مقابله با کرونا به ریاست وزیر بهداشت همکاری و تعامل نزدیکی دارد. سردار فدوی افزود سپاه از امروز تعداد زیادی تخت نقاهتگاه در اختیار مجموعه های تخصصی مبارزه با کرونا قرار داده و بیماران بعد از ترخیص از بیمارستان تا بهبودی کامل تحت نظر خواهند بود تا ناقل نباشند. مریض هایی که بعد از روال بیمارستان طی کردن میباید در یک زمان کنترلی باشن که اطمینان 100% به وجود بیاد که دیگه ناقل نیستن و خودشون هم خوب شدن. همه اموراتی رو که در توانمندی های انسانی سپاه خیلی بسیج پاسداران و بسیجیان خیلی بی انتهایی هستن که در سرتاسر کشور میتونن کنن و همچنین امکانات سپاه در خدمت این موضوع است. جلسات دائمی وجود داره با قرارگاه ملی یا ستاد ملی. جانشین فرمانده سپاه همچنین گفت پس از اعلام وزارت بهداشت نیروی دریایی سپاه یک بیمارستان سیار در گیلان مستقر کرده است. خب آخرین خبرها از مبارزه با کرونا از زبان سخنگوی وزارت بهداشت. اما همه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مکلف به پذیرش بیماران کرونایی هستند. طبق اعلام وزارت بهداشت با توجه به اولویت خدمات رسانی به بیماران کرونایی، ارائه خدمات غیر اورژانسی در بیمارستان‌ها به حالت تعلیق درآمده و همه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اهم از خصوصی، دولتی، دانشگاهی موظفند به بیماران با اولویت مبتلایان کرونا خدمت رسانی کنند. برای کاهش شیوع ویروس کرونا همه مراکز تفریحی و گردشگری مازندران تا اطلاع بعدی بسته شد. بازارهای روز همدان، بازار شب بندرعباس، بازارهای مشکین شهر، محلهای تجمع مردم ارومیه، بازار سقز و موزه های زنجان هم تا اطلاع بعدی تعطیل شده. مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از افزایش میزان کارت به کارت به 10 میلیون تومان در ابزارهای خودپرداز، کیوسک، اینترنت بانک و همراه بانک به منظور کاهش مراجعه مشتریان به شعب و خودپردازها خبر داد. سقف کارت به کارت در نرم افزارهای پرداخت سازان همچنان 3 میلیون تومان است. همچنین با تمهیدات بانک مرکزی برای تسهیل فعالسازی رمز پویا قابلیت فعالسازی رمز پویا در اینترنت بانک ایجاد شده. به گفته آقای محمد بیگی پس از شیوع ویروس کرونا مبلغ تراکنش‌های غیر حضوری در اسفند رشدی 37% داشته. یه سوال خیلی مهمی که مردم میپرسن راجع به بیماری کرونا ویروس و رفتن به مراکز فروش. توصیه این هستش که ما تا حد امکان پرهیز بکنیم از رفتن به تجمعات و مراکز شلوغی که وجود داره. همونطوری که میدونید یکی از راه‌های انتقال میتونه قطرات تنفسی و تماس با سطوح آلوده باشه. توصیه میشه که حداقل مقدور تو این ایامی که اپیدمی وجود داره برای کنترل بیماری از رفتن به مراکز خرید و مراکز شلوغی که هستش پرهیز بکنیم تا انشالله بتونیم این بیماری رو کنترل کنیم. خب پیگیری خبرها و گزارش‌های کرونایی و همکارم آقای حیدری. آقای حیدری سلام، ظهر شما بخیر، بفرمایید. سلام بر شما خانم حسینی، متشکرم و سلام به شما بینندگان عزیز خبر نیمروزی. از کارخانه تا بازار ماسک و دستکش، برای تامین نیاز ماسک شهروندان ماسک پارچه‌ای تولید و در اختیار داروخانه ها قرار داده میشه. مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی سازمان حمایت گفته همکنون 22 واحد تولید کننده ماسک های پزشکی روزی 30 تا 40 هزار ماسک N95 و حدود 770 هزار ماسک سلایه تولید میکنن، اما میزان تقاضای ماسک
هفته 40 میلیون عدده. رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت هم با بیان اینکه استفاده از ماسک برای همه لازم نیست گفته، ماسک رو فقط بیماران یا پرستاران، بیماران و پزشکان و کادرهای درمانی در مراکز درمانی باید استفاده کنند و در فضای باز با رعایت حداقل فاصله به استفاده از ماسک نیازی نیست. دستکش دارید؟ نه نداریم. دستکش نه. اما ما گشتیم، بود نصف شبی پیداش کردیم. ارومیه دستکش حریر، بزرگترین واحد تولید کننده دستکش های جراحی و معاینه یک بار مصرف کشور. ساعت 1:20 بامداده ولی اینجا تعطیل نیست و کار ادامه داره. خسته نباشی. ممنونم، سلامت باشی. خوابت نمیاد که؟ نه، به خاطر ملت هم که شده خوابمون نمیاد. شب و روز کار میکنیم به خاطر مردم. مجموعه کارخانجات حریر روزانه 5 میلیون رنگه دستکش های معاینه جراحی میزنن، ولی در حال حاضر که در خدمت اینجا واحد ارومیه است که ما اینجا روزانه در 3 شیفت کاری نانستاپ روزی 2 میلیون رنگه عدد دستکش های معاینه جراحی داریم تولید میکنیم. آفتاب که در اومد راهی انبارهای کارخانه شد. این تلاش تولیدمونه که الان انبار شدن. خب پس چرا الان وجود نداره تو بازار؟ الله اعلم. واقعا جالبه، الان دستکش اصلا پیدا نمیشه و این انبار پر دستکشه. بله. و تولیدم به کوب داره انجام میشه. این موضوع رو پیگیری کردیم. اول سراغ شرکت توزیع کننده رفتیم. ما زیر نظر معاونت قضا دارو با نظارت معاونت قضا دارو اولویت بندی شده. مراکز درمانی، درمانگاه ها، کلینیک ها. اینا رو دپو کردیم که با حواله های ارگان های زیرفت اینا رو به مراکز درمانی بدیم. اونجا ها میدونید الان هر کادر پزشکی به جای یک دونه دو تا رو هم میپوشن، یعنی مصرفشون شده دو برابر. با مراکز درمانی رو اشتباه کنیم، خود به خود به بازارم خواهد اومد، به مردمم خواهد رسید. طبق آخرین آمار وزارت بهداشت هنوز نیاز بیمارستان های ایران به دستکش رفع نشده است. الان حجم تولید پاسخگوی نیاز بیمارستان های ماست. از طرفی هم مصرف بیمارستان ها هم بیشتر شده. قاعدتا اگر مصرف قبلی بیمارستان ها بود قبل از ابتلا به کرونا، مطمئناً در بازار عموم هم توزیع می‌شد و مصرف می‌شد، ولی خب در این شرایط مصرف بیمارستان ها هم بیشتر شده. دوباره به میان مردم برگشتیم، جایی که برای بانک‌ها و شغل‌های پرخطر تعداد محدودی دستکش توزیع میشد. با توجه به این که الان این بیماری شروع پیدا کرده، بهتره که مردم واسه کاراشون اصلا بیرون نیان تا بتونن این حالا الکل‌های ضد عفونی هستن دستکش همه چی رو بدن به بیمارستانا، کادرامون اونا استفاده کنن. ملت ایران صبور باشن، همدل باشن، هوای همدیگر رو داشته باشن. و صبر و همدلی نتیجهش این میشود. همتون هم دستکش دارید درسته؟ کمبودی نیست که؟ نه کمبودی نداریم. آقا نیست کمبودی. کمبودی نیست. قدردان مردم هستیم. اگه ما دستکش داریم از صبر شماست. خیلی متشکرم. واقعا تمام دپوهایی که شما دیدی تو انبارها به دست همین مدافعان سلامت میرسه. یعنی اگه یه دستکش یه روز اینا کم داشته باشن به همین اندازه مشکل درست میشه و باید هممون صبر کنیم که انشالله این روزها رو با هم و در کنار هم دیگه سپری کنیم. امید شکریازی، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه. خب مطابق معمول هر روز در این دقایق میریم به ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، ستاد ملی مدیریت کرونا در وزارت بهداشت، جناب آقای دکتر جهانپور سخنگوی ستاد. آقای دکتر سلام بر شما، روز شما بخیر. خواهش میکنم تازه ترین آمارها و اطلاعات در این زمینه رو برای بینندگان ما بفرمایید. جناب دکتر حیدری سلام بر شما، عرض ادب و احترام هم خدمت همه هموطنان عزیزمون دارم. خدمت شما عرض کنم همونطور که فرمودید به روال روزهای گذشته جهت آگاهی و هوشیاری افکار عمومی در مورد بیماری کووید 19 و ویروس کرونا جدید در خدمت شما هستیم با
آخرین آمارها و اطلاعاتی که توسط همکاران ما در مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر و آزمایشگاه‌های مرجع و مورد تایید وزارت بهداشت در خصوص موارد ابتلای قطعی مبتنی بر یافته‌های آزمایشگاهی در بیماری کووید 19 در سراسر کشور جمع‌آوری شده. من خدمت شما عرض کنم هم مطابق روال یک دو روز گذشته ما باز هم یک روند کاهش نسبی رو در تعداد مبتلایان به طور کل، مبتلایان یعنی منظورم کیس ها و موارد جدید هست، شاهد هستیم. هنوز هم البته نمیخوایم در مورد این روند کاهش نسبی قضاوت کنیم، برای قضاوت شاید هنوز زود هست، ولی به هر حال امیدواریم که این نتیجه رعایت نکات بهداشت فردی و عمومی و توجه مردم عزیزمون به اصول خودمراقبتی و دیگر مراقبتی ظرف حداقل 70 روز گذشته باشه که ما امروز نتیجه اون رو شاهدیم، و امیدواریم که این روند با رعایت بیشتر نکات، با توجه بیشتر، تمرکز بیشتر، همکاری و مشارکت عمومی در روزهای آینده هم ادامه داشته باشه. خدمت شما عرض کنم 595 مورد جدید رو همکاران ما در سراسر کشور در آزمایشگاه ها، بیش از 30 آزمایشگاه مورد تایید شناسایی کردند که با احتساب این 595 نفر جدید ما 7161 مورد ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 در سراسر کشور تا پیش از ظهر امروز رو داشتیم. و البته باز هم عرض میکنم مسرت بخش و نوید بخش و موجب خرسندی اون که 2394 نفر مجموعاً ظرف روزهای گذشته تا ظهر امروز از بیمارستان‌ها به دنبال ابتلای قطعی به این بیماری و بهبودی مرخص شدند، که به هر حال جای هم سپاس از نعمت‌ها و الطاف بیکران الهی رو داره و هم جای سپاس و تقدیر از همکاران ما در نظام سلامت، خصوصا در خط مقدم نظام سلامت، پزشکان، پرستاران، کارکنان بیمارستان‌های معین و عزیزان دیگری که به هر حال در سازمان اورژانس کشور، در مراکز آزمایشگاهی و رادیولوژی کمک رسان و یاری رسان نظام سلامت و مردم عزیزمون در این حوزه هستند. و البته این رو هم اضافه کنم که ظرف 24 ساعت گذشته 43 نفر متاسفانه به جمع افرادی که ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 درگذشتند اضافه شد و ما تا این لحظه 237 نفر قطعا ناشی از ابتلا به این بیماری در کشورمون درگذشتند. و من اگه بخوام آمار استانها، به خصوص استانهایی که شایع‌تر هست و کماکان شیوع بیماری در اونها شاید ادامه داره و بیشتر به چشم میاد رو خدمت شما عرض کنم، 1945 نفر مجموع موارد تشخیص قطعی داده شده در شهر و استان تهران هست، 712 نفر مجموع موارد استان قم، 524 نفر استان گیلان و استان اصفهان با روند افزایشی ظرف روزهای اخیر، 601 نفر ابتلای قطعی بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی در اونها تشخیص داده شده به این بیماری، استان مازندران 633 نفر هست که باز هم یک روند افزایشی نسبت به روزهای گذشته رو حفظ کرده، و استان البرز 307 نفر، مرکزی 389 نفر، قزوین 247 نفر، سمنان 220 نفر، گلستان 175 و خراسان رضوی 183 نفر، فارس هم 153 و استان لرستان هم با یه روند افزایشی 151 نفر رو گزارش کردن. من همه استانها رو حالا شاید فرصت نباشه در این بخش خبری خدمت شما به تفکیک عرض کنم، ولی این مطلب رو به استحضار مردم عزیزمون میرسونم که به هر حال روند ابتلا به بیماری همچنان در نمودار صعودی هست. اگر هم بنده از کاهشی صحبت کردم، کاهش موارد جدید نسبت به یکی دو روز گذشته هست. همه مهار این بیماری متصل هست به تلاش و همکاری و همافزایی که نظام سلامت، مردم عزیزمون و سایر بخش‌ها در کنار همدیگر خواهند داشت. یه موردی هم عرض کنم، متاسفانه مطالب و موارد غلط، اطلاعات بیهوده‌ای ممکنه افراد ناآگاه به همدیگه بدن. متاسفانه وقتی صحبت میشه که شستن دست‌ها و ضد عفونی دست‌ها با الکل یا شوینده‌های بر پایه الکلی، ما گزارشاتی رو داشتیم از برخی از استان‌ها که برخی افراد ناآگاه در اثر الغای افراد ناآگاه‌تر تصور کردند که به هر حال اگر الکل
و تماس با اون میتونه ضد عفونی کننده سطوح یا دست ها باشه. مصرف اون ممکنه که به هر حال از این بیماری پیشگیری کنه. خب با این روند مشکلاتی هم که موجود هست، الکل و فراورده های الکلی تقلبی و جعلی متاسفانه، حداقل من در یک مورد اشاره کنم، استان خوزستان ما مجموعاً از روز اول تا امروز شاید یه چیزی حدود 73 نفر ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 داشتیم. با این القاعات غلط عده افراد به هر حال به دام این القاعات افتادن. ظرف دو روز گذشته متاسفانه 331 نفر مراجعه ناشی از مسمومیت فراورده های الکلی و مصرف آشامیدنی و فراورده های الکلی جعلی و تقلبی داشتن. 256 نفر بستری شدن و 20 نفر متاسفانه جان خودشون رو در اثر استفاده از الکل و فراورده های الکلی تقلبی از دست دادن، که واقعا یک فاجعه هست. ما در مورد همین کرونا ویروس و از ترس این کرونا ویروس، اگر این اتفاق رخ داده باشه، ما شاید تا پایان این طغیان هم در استان خوزستان این تعداد موارد در گذشته ناشی از بیماری کووید 19 این تعدادی نباشه که ظرف دو روز اخیر به خاطر مصرف فراورده های الکلی جعلی و تقلبی. این ممکنه در جاهای دیگه، در استان های دیگه هم گزارش بشود. هشدار میده این مردم عزیز توجه کنند، مراقب جوان ها باشند، آگاهی بخشی به خودمون، به دیگران، به اعضای خانواده. الکل هیچ مصرفی در پیشگیری از ابتلای بیماری ندارد و نخواهد داشت، مگر در ضد عفونی کردن سطوح و حداکثر استفاده از اون در برای ضد عفونی کردن دست ها. سپاسگزارم از شما. اگر امر دیگه ای باشه در خدمت شما. خیلی متشکرم آقای دکتر جهانپور عزیز، با شما خداحافظی میکنیم و ادامه خبرهای مربوط به کرونا. میانگین مصرف بنزین کشور در نیمه نخست امسال 98 به حدود 72 میلیون لیتر در روز رسیده. این در حالیه که کاهش پلکانی مصرف بنزین با شیوع ویروس کرونا و در پی اون خونه نشین شدن مردم و کاهش محسوس تردد خودروها در 16 روز نخست اسفند، رقم مصرف رو از 95 میلیون به حدود 72 میلیون لیتر در روز رسونده و انتظار میره این روند همچنان ادامه داشته باشه. اما برای حفظ سلامتی خودمون و خانواده، بهترین راه مثل همیشه موندن در خونه است. دم عیده اما مغازه ها خلوتن. خیلی کم تردد شده. بیشتر کسایی هم که بیرون اومده بودن چاره ای جز این کار نداشتن. میام سر کار، مجبورم. ما اومدیم به هوای دارو، دنبال دارو میگردم. کار واجبی نداشتون قطعا نمیومده. اما بعضی هم چندین روز تو خونه بودند و اومده بودند هوایی عوض کنند، البته با رعایت اصول بهداشتی. اول بار اونه که اومدیم بیرون، ولی خیلی رعایت میکنیم. در خانه بمانیم حالا به یک پویش مردمی تبدیل شده که همه بر اون تاکید دارند. دستکش بپوشن، ماسک بزنن، کار واجب داشته باشم بیام بیرون. من الان تقریبا دو هفته است که از خونه بیرون کلن نیومدم، هم خودم هم بچه هم. کار اداری هم داشتم ولی نیومدم دیگه. اصلا نیام بیرون، خواهش میکنم نیام بیرون. مسافرت ها رو کنسل کنیم حتی الامکان. راههایی هم برای سرگرم شدن در خانه داشتن. دو روز بود مشغول شیرینی درست کردم بودم تو خونه. کارهای عقب افتاده رو انجام بده، با بچه‌ها یه مقداری درس کار کنه، یه مقداری تو خونه میتونه حرکات ورزش انجام بده. تلویزیون میبینیم، فیلم دانلود میکنیم، میبینیم، مطالعه میکنیم. بچه هم که مشغول درس خوندن هم دیگه. مردم میگفتند حتی فکر سفر رفتن هم در این روزا خطر داره، چه برسه به خودش. اصلا نرم، یعنی اونایی که تو تخفیف بیمارستان الان اونا درک میکنن. کار اشتباهیه، نباید برن. اگه خانوادهشون رو واقعا دوست دارن نباید برن. واقعا تو این وضعیت نمیشه رفت سفر، کار درستی نیست واقعا. اصولا نباید بری دیگه. حالا میگن دست ندی، دست ندین، روبوسی نکن، روبوسی نکنی. بالاخره این یه سری چیزاییه که اونا بیشتر از ما میفهمن، متوجه میشن، اما باید گوش کنیم. و نسخه خانم دکتر برای پیشگیری و مقابله با کرونا. دست شستن خیلی مهمه، اون بحث فاصله حتما باید رعایت بشه. در واقع از سفرهایی که اصلا الان غیر ضروری همه در واقع اعلام شده بپرهیزن، جدی بگیرن. از قدیم گفتن هیچ جا خونه ی آدم نمیشه، جمله‌ای که این روزها کاربردی تر از قبل شده. چکیده ی صحبت‌های هموطنانمون اینه که بهتره تا جایی که میتونیم در خونه بمونیم تا این روزها رو به سلامت بگذرونیم.
سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما. اما به هر حال اگر مجبور شدین منزل رو برای خرید ضروری ترک کنین، یادتون باشه که رعایت نکات بهداشتی هنگام خرید مایحتاج روزانه یکی از راه‌های بسیار مهم پیشگیری و کنترل ویروس کرونا است. این نکات رو در گزارش همکارم از قم مرور می‌کنیم که اولین ویروس‌های کرونا و مبتلاهاش رو در کشور متخصصان آزمایشگاهی این شهر تشخیص دادن. با یک سوال به میان مردم رفتیم. مواد خوراکی میتونن ناقل بیماری ویروس کرونا باشن؟ این نکته رو میدونید؟ مواد خوراکی که به خودی خود نمیتونه تا اونجایی که من اطلاع دارم. برای پاسخ با کارشناس بهداشت در سطح شهر همراه شدیم. اولین مقصدمان فروشگاه بود. باید شما همه اون کسایی که اینجا کار میکنن دستکش داشته باشن و از ماسک استفاده بکنن. ضمن این که من توصیه میکنم به شما این که حتما جلوی در فروشگاه برای کسایی که مشتری میان یه دستکش یه بار مصرف و یه ماسک بذارید که وقتی داخل میشن اون رو استفاده کنن. وقتی هم خارج میان یه سطح زباله باشه که اونو داخل سطح زباله بندازید. در داخل فروشگاه سعی کنید کمترین تماس را با سطوح داشته باشید و همون کالایی را که میخواهید بردارید. هم از دستکش و هم از ماسک استفاده کردید؟ بله. خب بالاخره این یه وظیفه است و امروزه باید هر چی میدونیم سعی کنیم که مشکل برامون پیدا نشه. هر روز به صورت صبح به صبح ضد عفونی میشه رو میزا، هر روز بعد کل صندوقا ضد عفونی میشه، کل چرخا. و سوال بعد، اگه برین منزل این خریداتونو ببرین میدونید بعد ضد عفونی میکنیم، سعی میکنیم. ببینید اگه اصولی که جنس بسته‌بندی باشه کاملا نیازی نیست وقتی داخل منزل شد دیگه بحث بیانزدگی شستشو داشته باشن، چون جنس کامل بسته‌بندیه و داخل پلاستیک منتقل میشه و داخل منزل دیگه نیازی به این کار نیست. مقصد بعدی نانوایی بود. کسی که اینجا مثلا داره کار میکنه نباید بحث نقد مستقیم از مشتری ها بگیری. بحث تهویتون رو خوب رعایت بکنید، یعنی در پنجره کامل باز باشه. ببین سطوحی که اینجوری هست شما رو بعد ضد عفونی کنید هر از گاهی، یا وایتس معمولی درست میکنید. اینو شما ضد عفونی کردین تا حالا؟ ما اینو نه. توصیه به مشتری ها اینه که تا اونجا که امکان داره صفا رو بیرون تشکیل بدن، بعد فاصله را هم یه رعایت بکنن، یه فاصله تقریبا 1 کیلومتری داشته باشن، ضمن اینکه حتما یه پلاستیک یا ظرفی داشته باشن که وقتی نونو داخل مستقیم داخل اون پلاستیک بزنن یا سفره بزنن اونو منتقل بکنن. خانم شما با خودتون پارچه یا پلاستیکی آوردین؟ نه، من همیشه اینطور یادو چشم حتما دیگه دفعه دیگه سعی کنید یه روپوش تمیز داشته باشید استفاده کنید، ماسک و کلاه. سری هم زدیم به میوه فروشی تا بدانیم چه نکاتی را باید رعایت کنیم. یه فرصت 30 ثانیه تا یه دقیقه باید بدید که این سطوح ضد عفونی بشه، بعد تمیز بکنید. یعنی بلافاصله نباید اینجا رو تمیز بکنید، باید یه زمان بهش بدید که اون ضد عفونی ماده زمانه روش اثر بکنه. و سوال مشتریان که برای مصرف میوه و سبزی چه کار باید انجام داد؟ حتما سبزی رو گلولایش رو خوب بشورید، بعد 2-3 قطره مایه ظرفشویی که داخل منزل دارید توی 5 لیتر آب می‌ریزید، سبزی رو داخلش قوطه‌بر می‌کنید. مرحله بعد استفاده از کلوره، یه پودر پرکلوری معمولی تهیه می‌کنید، این نصف قاشق چای خوری می‌ریزید داخل آب 5 دقیقه یا 4 دقیقه یا 5 دقیقه بیشتر نمونید. مرحله آخرم آب کشیه. برای اطمینان پوست میوه‌ها را حتما جدا کنید. با تجهیزات کامل تشریف آوردین با ماست دست چیکار کنم دیگه؟ باید به درش رعایت کنم. بقیده کارشناسان تا کنون گزارشی از انتقال این ویروس از طریق مواد غذایی گزارش نشده، به شرط اینکه غذا را کامل بپزیم و خام مصرف نکنیم. سعی کنید زمان کمتری رو در مراکز خرید باشید تا ریسک ابتلا به ویروس کرونا کاهش پیدا کنه و برای چند روزتون خرید کنید تا کمتر از خونه خارج بشید. با رعایت این نکات ساده شما قطع کننده زنجیر ابتلا به ویروس کرونا باشید. آقا محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
آغاز به کار بسیج ملی شکست کرونا با سامانه‌ای برای تسهیل تشخیص و راهنمایی مبتلایان. معاون مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با اشاره به تشکیل بسیج ملی شکست کرونا برای کنترل زنجیره انتقال این بیماری گفت برای جلوگیری از ازدحام در مراکز بهداشتی و درمانی و خطر انتقال بیماری همه افراد میتونن روزی یک بار اطلاعات خودشون رو بر اساس علائم و نشانه های این بیماری در سامانه سلامت.gov.ir ثبت کنن تا راهنمایی بشن. تمام مردم کشورمون میتونن در این سامانه ثبت نام کنن، اطلاعات رو در واقع وارد کنن و سوالاتی که در این سامانه ازشون بر اساس علامت های بیماری پرسیده میشه این سوالات رو در واقع تکمیل کنن. بسته به این که این علامت ها رو فرد وقتی پر میکنه سوالات بعدی ازش پرسیده میشه در خصوص نقص ایمنی یا بیماری زمینه مثل دیابت، فشار خون و سابقه بیماری اگه داره و بر اساس پاسخ هایی که این افراد که ثبت نام میکنن میدن اینها رو ارجاع میده به در واقع مراقبین سلامت ما. مراقبین سلامت ما در صورتی که فرد در سامانه یک پارچه بهداشت قبلا ثبت نام کرده باشه اونها رو هدایت میکنه به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی که این خدمات رو میتونه اونجا بهشون ارائه بده و نیاز به اقدام یا پیگیری فوری دارن رو بهشون معرفی میکنه. در غیر این صورت در خصوص آموزش و راهنمایی بهشون در مورد این بیماری داده میشه. همچنین در مورد افرادی که نیاز به پیگیری فوری دارن با سرشماره 40C باشون تماس گرفته میشه و مراقب سلامت ما به عنوان مراقبت بیماری کرونا خودش رو معرفی میکنه و اقداماتی که این فرد لازم داره، نیاز به حالا ارجاع به مرکز بهداشتی، نیاز به بحث درمان را به صورت تلفنی میگه. اما پاسخ به برخی از سوالات شما هموطنان درباره پیشگیری و اقدامات احتمالی که در زمان مبتلا شدن به ویروس کرونا باید بدونید در گزارش همکارم آقای نوایی. امروز همراه شدیم با پزشکان بیمارستان شهید لواسانی و سری زدیم به بخش مراقبت از بیماران مبتلا به کرونا. مهمترین جایی که این ویروس رو آسیب میزنه ریه انسان هاست. خب وقتی ریه که مرکز تولید اکسیژن بدن کارش مختل بشه در اثر ویروس، عملا هیچ ارگانی در امان نخواهد بود، به خاطر اینکه اکسیژن به هر جا نرسه اون سلول ها وقفه در کارشون ایجاد میشه و آسیب پذیری خودشون رو دارن. ولی خب به جز مسئله ریه، خب خیلی وقتا قلب هم دچار کاردیومیوپاتی یا آسیبی در اثر ویروس میشه و خیلی از مرگ‌ها ممکنه در اثر اصلا کاردیومیوپاتی ناشی از اون باشه. افرادی که علائم بیماری رو دارن باید خیلی مراقب مراوداتشون با خانواده و دوستان باشن. فاصله 1 متر رو رعایت بکنن، اگر سرفه میکنن حتما ماسک بزنن، شستشوی دست رو حتما انجام بدن. تو این روزهایی که در اوج اپیدمی کرونا هستیم، شهرها همچنان شلوغن و بعضیا فکر میکنن با زدن یه ماسک دیگه میتونن همه فعالیت‌های عادیشون رو داشته باشن. به هیچ عنوان این ماسک‌ها به عنوان پیشگیری که بتونه چرخه گسترش ویروس و چرخه انتشار جلوشو بگیره اصلا روش حساب نکنن. بعضی هم که فکر میکنن کرونا برای همسایه است و نه نگران خودشونن و نه سایر هموطنان. فکر میکنن کرونا برای دیگرونه، برای خودشون نیست. تردد خودش باعث انتشار میشه، چون خیلی از آدما ناقل هستن و نمیدونن. آمار بیماری تو شهرهای شمالی داره بیشتر میشه. چرا؟ چون همه دارن تو این فصل میرن جا. پس بگین که من میرم تو منزلم میمونم یا تو ویلای خودم میرم، بیرون نمیام. اگه نبود این انتقال پیدا نمیکرد. فراموش نکنیم که اگر قرنطینه خانگی رو به صورت اختیاری اجرا کنیم خیلی بهتر از اینه که مبتلا بشیم و تو بیمارستان ها قرنطینمون کنن. تحقیقاتی که سازمان جهانی بهداشت انجام داده اینه که این ویروس به ندرت از طریق هوا منتقل میشه. از طرفی پای رفتن به این طرف و اون طرف هم نداره و این ما هستیم که داریم کرونا رو دست به دست و شهر به شهر منتشرش میکنیم. پس بهترین راه قطع زنجیره انتقال موندن در خونه هاست. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما. توصیه امروز من به اونهایی هستش که اهل منطق هستن و دلایل علمی رو درک میکنن. وقتی میگن سفر نرید، دلیل اصلی اینه که ممکنه تو دوره کمون باشید و بیماری خودتون یا عزیزانتون بین راه یا تو شهر غریب بروز کنه.
تجهیزات درمانی شهرهای مختلف یکسان نیست. تصورش رو بکنید یک سری هم هجوم آوردن به یه منطقه. کی میخواد پاسخگو باشه؟ سرویس های بهداشتی عمومی مستعد انتقال کرونا هستند. نگید نگفتید. بسیاری از اقامتگاه‌ها شرایط بهداشتی ویژه و مناسب این ایام اپیدمی رو ندارن. ازدحام جمعیت زنجیره چرخه بیولوژیک ویروس رو بالا میبره. پشیمونی رو برای خودتون نخرید. چند روز قبل حدود 70 شهر کشور آلوده بود. این روزا بیش از 100 شهر. غیر از مسافرت چی میتونه علت باشه؟ یادتون باشه تو فرهنگ ما بدون دعوت جایی نمیرید. الان که خیلی شهرها گفتن آمادگی نداریم، از ادب بدوره که بدون اجازه راهی بشی. بهبود یافته های کرونا حدود 20 برابر جان باخته. بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی تا این ساعت بیش از 110 هزار نفر در سراسر دنیا به ویروس کرونا مبتلا شدند. از این تعداد بیش از 3800 نفر جان باختند و بیش از 62 هزار نفر، یعنی چیزی حدود 20 برابر تلفات، هم از کووید 19 رهایی پیدا کردند و حالشون خوب شد. عبور ویروس کووید 19 از مرزهای حدود 110 کشور جهان. دو ماهی می شود که کرونا حدود 3000 قربانی در کشور اژدها گرفته، اما حالا با جدی گرفتن اصول بهداشتی و ایمنی میزان فوتی‌ها به کمترین میزان، یعنی 23 نفر در یک شبانه روز، کاهش یافته است. در دفتر مبتلایان به کرونا پس از چین به سراغ آمریکا می رویم که رئیس جمهورش گفته دکترها هم از اطلاعات پزشکی زیاد او در تعجبند. من واقعا از کرونا سر در میارم. حتی یکی از پزشکان از این همه اطلاعات من تعجب